با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه در پیشگاه فرهنگ، من اسماعیل نوریالا هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم که در قسمت اول، نیم ساعت اول برنامه، خانم میرزادگی مطالبی رو با شما در میون خواهند گذاشت که مینشینیم پای صحبتاشون. سلام بر شما. امروز یعنی این لحظه‌ای که شما این برنامه رو میبینید 24 ساعته که از روز جهانی زن گذشته، یا یه چیزی همین حدود. در حالی که موقعی که این برنامه ضبط میشه ما هنوز به روز جهانی زن نرسیدیم، اما اونچه که من میخوام بگم، امیدوارم که روز 8 مارس روزی باشه که واقعا زن و مرد صدای برابری رو به آسمون برسونه. ولی من اونچوری که میخوام بگم در واقع مخصوص روز خاص 8 مارس نیست، به طور کلی در ارتباط با مسئله برابری و مسئله حذف تبعیض از کلیه انسان‌هایی که توی سرزمینمون دارن زندگی میکنن. در واقع 2 سال الان که زنان ما، یعنی 8 مارس مصادف میشه با روزهای تظاهرات، خواست مردم برای آزادی، زد و خوردها، همه این چیزها، اینها با هم درآمیخته و زنان ما در این 2 سال گذشته برخلاف 30 سال قبل از اون در کنار مردها یک چیز رو فریاد میکنن و اون آزادی، رفع تبعیض، و اکنون در واقع خواست رفتن حکومت اسلامی. در 30 سال قبل از این 2 سال، یعنی از پس از انقلاب، زنها در واقع چند سال که اصلا در شوک بودن به نظر من، بعد هم که شروع کردن و به خصوص که وقتی کمپین 1 میلیون امضا به راه افتاد که شروع کردن به آگاه سازی و بعد صداشون به بیرون از ایران هم رسید، خب همزمان با بدترین فشارها بر زنان سرزمینمون، روش مبارزه زنهای ما روشی بود که بهش میگن جنبش مستقل، جنبش مستقل زنان. یعنی این که زنها کاری به این ندارن که چه اتفاقاتی میفته، میگن که ما باید برابر به برابری و حقوق خودمون برسیم، بعد خب هر کی هم میخواد هر کاری هم میکنه بکنه. این مسئله به خصوص این که زنها شروع کردن گفتن خیلی خوب، ماها میخوایم که قوانین مردسالار تغییر بکنه، اول که سن بچه ها رو ببرن بالا. لیست عریض و طویلی هست از چیزهایی که زنها ندارن و اتفاقا اونها رو داشتن قبل از انقلاب و پس از انقلاب همه رو ازشون گرفتن، برخلاف زنهایی که در بیشتر کشورهای عربی و مسلمان نشین هستن که هنوز به دست نیاوردن، مثلا زنان عربستان سعودی چیزی به دست نیاوردن که فشار روشون، فشار هست ولی اونگونه که کسی چیز رو به دست میاره و بعد میان ازش با زور میگیرن، خب این خیلی تفاوت داره، چون به هر حال مزهشو چشیده، مزه اینو چشیده که میتونه وقتی جدا بشه بچهشو سرپرستی کنه، حالا بیان بچهشو به زور از دامانش بکشن، رنج سختی رو داره. 30 سال، یعنی 32 سال در واقع، زنان این
تجربه رو، این آزمایش رو کردن و هیچ نتیجه‌ای نگرفتن. ظرف 32 سال الان که ما راجع به زنان صحبت میکنیم، میبینیم یکی دو تا مثلا سن ازدواج رو از 9 سال رسوندن به 13 سال، یا مثلا بچه پسر رو که 2 سالگی از مادر میگرفتن میبردن، اون رو هم کردن 7 سالگی. یعنی در واقع همون سن ازدواج قبل از انقلاب به 18 سالگی رسیده بود، اینها اومدن اینو کردنش 9 سال، بعد اینا به زور آوردنش به 13 سال. بالاخره زنان ما به این نتیجه رسیدند، من فکر میکنم به خصوص این جنبش آزادی خواهانه یا جنبش سبز، که در واقع باید گفت جنبش سبز مساویه با جنبش آزادی خواهانه و دیگه مسئله رأی من رو پس بگیر و متعلق به آقای موسوی یا ایکس و ایگرگ نیست. این جنبش، جنبش آزادی خواهانه مردم ایرانه. در این جنبش زنهای ما متوجه شدن که تا وقتی که قوانین مذهبی وجود داره در هر کشوری و با هر مذهبی، زنها نمیتونن به هیچ کدوم از خواستهای برابری خواهانه خودشون برسن. یعنی همیشه نقش فروتر و پستر رو بازی میکنه. ما اونچه که مسلمه این دریافت زنان ما خودش نشون میده وقتی کنار مردها ایستادن، و به خصوص که اکنون یعنی امسال بیانیه‌ای صادر کردند که درش نوشتن آزادی بدون برابری زنان معنایی نداره. این یعنی این که آقای کروبی، آقای موسوی، خانم کروبی، اگر شما بیان رئیس جمهور بشید و بخواید همچنان بر اساس قوانین مذهبی با ما برخورد کنید، ما باز هم آزادی نداریم، مثلا آزادی معنایی نداره. کمان که اینها، بخشی از این زنها رفتن و در انتخابات خواستن با یک مذاکره و معامله کنن با منتخبین، که اونها هم جواب خیلی سربالای بدی دادن. یعنی یکی از چیزهایی که زنان خواسته بودن در واقع لغو حذف همه اشکال تبعیض از زندگیشونه، که بسیاری از کشورهای حتی مسلمان نشین یا اکثریت مسلمان مثل تونس، مثل عراق، خیلی اینجاها اینو امضا کردن، ولی ایران حاضر نشده امضا کنه. یعنی مشروط هم حاضر نشده امضا کنه. این آقای موسوی اعلام کردن که حاضرند اگر که در انتخابات برنده بشن با شرطی این کنوانسیون رو بپذیرن، در حالی که این کنوانسیون هیچ نوع شرطی بهش نمیچسبه. یعنی اگر بیان این شرط رو بذارن که ما رفع همه گونه اشکال تبعیض رو از زنان میپذیریم، اما به شرطی که با قوانین اسلامی در تضاد نباشد، باز هیچ فرقی با قبلش نداره. به هر حال امسال زنان ما اعلام کردن رسما که در کنار مردها خواهند بود و برای برابری و آزادی تلاش خواهند کرد. یکی از نکات مهمی که به نظر من هست آقای نوریالا اینه که در حدود میشه گفت بالاتر از 2 قرن که زنها دارن برای حقوق خودشون مبارزه میکنن، یعنی وقتی شروع شد در واقع اوائل همون دهه های اول 1800 بود، از 1840 هم شروع کردن که دیگه رسماً کنگره و کنفرانس و این چیزها راه انداختن برای اینکه حق رأیشون رو بگیرن، و در واقع اونجایی دریافتن که باید این حق رو بگیرن
که دیدن اینها با بردگان عجیب شباهت دارن، یعنی به نوعی همون بلایی که سر برده ها میاد به خاطر رنگشون، سر اینها هم میاد به خاطر جنسیتشون. ولی ما در واقع، یعنی زنان توی کشورهای پیشرفته، پس از رسمیت یافتن اعلامیه، یعنی به تصویب رسیدن اعلامیه حقوق بشر بود که تازه زنها تونستن تک تک چیزهایی رو که میخوان بگیرن. اگرچه سالها قبل از اون مثلا زنان، برخی از زنهای اروپا و زنان امریکا حق رأی گرفته بودن، ولی فقط حق رأیشون این بود که بتونن برن رأی بدن، حتی نمیتونستن انتخاب بشن، فقط میتونستن انتخاب بکنن. ولی بیانیه حقوق بشر کاری کرد که واقعا کشورهای پیشرفته برای اینکه بتونن بگن که ما قبول داریم، چون امضا کرده بودن بیانیه اعلامیه حقوق بشر رو، ناچار شدن که، یا علاقمند شدن، ناچاری هم چیز خوبی نیست برای کشورهایی که سیاست مداراش موجودات مترقی هستن، که این قوانین رو عوض بکنن. و در واقع وقتی که روز زن در سال 1975 روز جهانی زن هم از طرف سازمان ملل متحد تصویب شد، میشه گفت که یک، این در واقع جواب رسمی تمام مبارزاتی بود که زنها انجام دادن. اما همچنان پس از این روز هم زنها در سراسر کشورهای دیکتاتور زده باید زیر چوب و چماق و اسلحه و کتک و توسری و مشت و لگد و زندان و شکنجه روزشونو گرامی بدارن در واقع، روزشونو فریاد کنن در واقع، و برای حداقل حقوق خودشون تلاش کنن که بیشترین روش و رنجهایی رو که میبرن بردن، ما شاهدیم در این سالهای گذشته در ایران. اما ما ببینیم که چگونه این کشورهای، زنان در کشورهای مختلف دنیا الان، یعنی در آغاز قرن 21 در چه وضعیتی قرار دارن، یعنی در کل جامعه بشری. ما اگر بخوایم اینها رو تقسیم بندی کنیم، در میشه اونها رو به طور کلی در سه گروه گذاشت. زنانی که در کشورهای پیشرفته قرار دارن، مثل آمریکا، اروپا، کانادا، کشورهای اسکاندیناوی، اینجور کشورها قرار دارن، اینها از نظر قانونی تقریبا تمام برابری هایی رو که با یه مرد باید داشته باشن دارن. حتی برخی از کشورها، کشورهای اسکاندیناوی هستن که زنها اصلا الان به مراحلی رسیدن، توی خود آمریکا مینه، که آمدن دنبال این که حتی از نظر روانی هم میخوان برسن به نوعی برابری، که مثلا حق جنسی مساوی رو طلب میکنن و خیلی چیزهای دیگه. شما روی این کلمه از نظر حقوقی تاکید کردین؟ بله بله، برای اینکه گفتم از نظر قانونی، برای اینکه این حقوق اینها در قانون مثلا میگن که زنها میتونن دستمزد، زن و مرد دستمزدشون در کار مساویه، یا زن و مرد میتونن طلاق بگیرن، برن به دادگاه طلاق بگیرن، هر کدومشون میتونن متقاضی. ولی وقتی که این مسئله همه یکیه، یعنی شما نمیتونین سرپرستی بچه، ارث، حق سفر، حق کار، هیچ چیز وجود نداره که در متن قانون، در متن قانون در آمریکا الان که ما هستیم، هیچ تفاوتی بین من و شما وجود نداره. اختیار داره شما سرور ما. اینها معمولا مردو وقتی میخوان کلکی بزنن این حرفو میزنن، شما که اهل کلک نیستین. به هر حال
در اینجا مساویه. اما وقتی که یک زنی میره در محل کار که کار بگیره، کارفرما میدونه که از نظر قانونی این زن که مثلا دکترای جامعه شناسی داره با اون مردی که دکترای جامعه شناسی داره، هر دو باید یک حقوق بگیرن و یک پوزیشن، یک جایگاه، یک سمت اداری رو بهشون بدن. این رو میدونه، ولی چون نمیتونه از نظر قانون بگه نه خانم من به شما حقوق مساوی نمیدم، انواع بهانه ها رو ممکنه بگیره و این زنو استخدام نکنه. حرفایی که زده میشه اینه، مثلا میگن که زنها زیاد جدی نیستن، در حالی که عملا ما میبینیم که من دیدم بعضی از این کارفرماها، اینا که میرن دنبال ارباب رجوها که میرن برای کارشون، میگن بابا باز افتادیم گیر یه زن، پدرمونو در بودن قصد سخت گیر بود. یعنی این که برای کارفرما همیشه زنها خیلی بهترم کار میکنن، معمولا برای اینکه اینها تازه در جامعه آمدن، تازه منظورم همین یکی دو قرنه، و سعی میکنن که خودشونو به شکل بهتری نشون بدن. در این حال ببینین مثلا کار خونه داره و مرد اون کارفرما میگه که خب این زن کار خونم داره و گرفتاره، من نمیتونم استخدامش کنم. به این میگن که تبعیض فرهنگی، یعنی اینکه ذهنیت یه مرد یا جامعه فرقی نمیکنه، زنام وقتی میرسن ترجیح میدن مثلا برن پزشک مرد، حقوقدان مرد بگیرن. وقتی مثلا بنده و شما میریم در یه جایی که هر دو از یک نوع تخصص برخورداریم، از شما میپرسن، برای اینکه از نظر ذهنی فکر میکنن مردها بیشتر میدونن در اون تخصصی که داره. و پس به این ترتیب بین اون چی که در ذهنیت آدم ها هست و اون چی که توی قانون هست یک فاصله وجود داره. بله، یک فاصله که بهش میگن فاصله فرهنگی. من یه مقاله هم در این مورد، بله بله، مقاله مفصلی نوشتم که توضیح بدم فاصله فرهنگی چیه، که اینجا الان فرصتی نیست که اون توضیحات بدم، فقط به اینجا میپردازم که در این کشورها آموزش چون آزاده، نهادهای مدنی غیر دولتی فعالن، نهادهای حقوق بشری فعالن، آزادی بیان وجود داره، دارن همه تلاش میکنن که این فاصله فرهنگی از بین بره و قانون و فرهنگ در واقع به هم نزدیک بشه. گروه دوم، ما کشورهایی رو داریم که دیکتاتورین، اما قوانینشون قوانین زمینیه، یعنی کشور دموکراتیک نیستن، دموکراتیکا همشون قانونشون زمینیه، اونام قانونشون تقریبا زمینیه اما مذهبی نیست. مثلا آمدن قانون آقای صدام حسین رفته مثلا قانون فرانسه رو برداشته آورده، نمیدونم فلان تونس رفته قانون حالا فرانسه رو آورده، اون یکی بلژیک رو آورده، اون یکی از قوانین اونا رو آوردن گذاشتن و یه چیزایی هم از خودشون گذاشتن، یعنی قوانین زمینیه و نمی نویسن که همه چیز بر اساس خواست خدا یا کتاب مذهبی ماست. اینها در این کشورها زنها میتونن به حقوق خودشون برسن، یعنی دیکتاتوری، حکومت دیکتاتوری و خود دیکتاتور هیچ تضادی نمیدن، یعنی مشکلی ندارن با اینکه زنا صاحب حقوقی بشن. از یه طرف هم دلشون میخواد توی شکل جوامع بین المللی این جست رو بگیرن که ما فرقی نداریم با دنیای مدرن، و به همین دلیل سعی میکنن که تا اونجا که میشه این حقوق به زنا بدن. اما چون در یک کشور دیکتاتوری نهادهای مدنی آزادی ندارن، راحت نیستن، آموزش آزاد نیست، آزادی بیان وجود نداره، رسانه ها آزاد نیستن، برای اینکه دیکتاتور و دیکتاتوری میترسه که همینطور که دارن حقوق و برابری رو برای زنها توضیح میدن، خب این
توجه مردم به حقوقی کل جامعه هم جلب بشه و اینها درد سر براشون تولید بشه. به همین دلیل در کشورهای دیکتاتوری ما میبینیم، مثلا میگیم تونس، بن علی، زنان تونس حیرت انگیزه، حقوقشون هیچ فرقی نداره با کشورهای یک کشور اروپایی جز یکی دو مورد مثل قبل از انقلاب. اما اینها چون فرهنگ جامعه هنوز فرهنگ مرسالاره، چون اجازه ندارن راجع به این مسائل زنا صحبت بکنن، ما میبینیم که فرهنگ جامعه هنوز نمیتونه آزادی زن و برابری رو بپذیره و هیچ راهی هم تا این لحظه وجود نداشته به خاطر حضور دیکتاتوری که اونها رو عمیقاً مردم رو و فرهنگ جامعه رو برسونن به باور برابری زن. اما سومین مورد که بدترین نوع دیکتاتوری در ارتباط هم مردمان یک جامعه هم به خصوص در مورد زنها، دیکتاتوری مذهبیه. من دیکتاتوری رو درست نیست به عنوان کنار مذهبی میذارم، چون این رو خوب میدونم که دیکتاتور کسیه که اوامری رو به دیکته میکنه به مردم، حالا یا چیزهایی که خودش میخواد یا چیزهایی که گروه خودش میخواد. ولی مذهب اوامری رو از خدا و پیامبر و قدیسین دیکته میکنه، یعنی این دوتا خیلی با هم فرق دارن. ولی به هر حال میگیم دیکتاتوری مذهبی. دیکتاتوری مذهبی به دلیل این که یک کتابی رو گذاشته جلوش که این کتاب هر چقدر که مقدس اما مربوط به دنیای به زمانه که ربطی به اکنون ما نداره و هیچ وقتم در فضای دیکتاتوری، شما بارها در این ارتباط صحبت کردید آقای نوریالا، که در فضای دیکتاتوری هرگز حتی فضای دیکتاتوری مذهبی به نواندیشان مذهبی هم اجازه نمیدن که نوع اندیشی کنن، مثلا بیان بگن که بله درسته که مثلا در قرآن فلان چیز رو نوشته، ولی ما الان اگر اینو بیایم تحلیل بکنیم ببینیم چگونه است، چه کار باید کرد، اون وقت مثلا میشه اینقدر کوتاه اومد. اینه که در دیکتاتوری مذهبی اون گونه که در سرزمین ما هست هیچ چیزی وجود نداره که به نفع زنا و به نفع آرامش و آسایش مردمان باشه و خشونت هم بیداد میکنه. یعنی خشونت یک جامعه ای که دیکتاتوری مذهبی داره به مراتب بیشتر از دیکتاتوری نظامی مثلا. دلیلش هم خیلی روشنه، یعنی آقای بن علی، آقای مبارک، آقای قذافی وقتی که هارت و هورت میکنن چی رو به رخ مردم میکشن؟ زورشون رو، ارتششون رو، توپ و تانک و تفنگشون رو، و مردم راحت تر میتونن مقابل اینها بایستن. اما حکومت مذهبی هم تانک و توپ و تفنگشو هم سپاه و بسیجشو به رخ مردم میکشه، هم میگه که خدا و پیغمبر و امام گفته که اگر تکون بخوری حسابت میرسی. یعنی شما ببینید در یک جامعه به خصوص مردمانی که ناآگاه هستن و باورشون میاد که این حاکمین دیکتاتور مجاز هستن که پوست از سر اینا بکنن، در حالی که اینها مجاز نیستن برای این کار حتی در چارچوب مذهب خودشون، این دیکتاتوری واقعا پوست از سر این مردمان و پوست از سر زنا میکنه. پوستشون رو میکنه اما چادر سرشون میکنه. برای اینکه معلوم نشیم پوست کاملا درست. به هر حال ما سالی رو که پیش رو داریم، سالی که داره میاد، از که سال آینده
هشتم مارس رو. امیدوارم که ما مثل همه مردمان کشورهای مترقی بتونیم هشتم مارس رو جشن بگیریم، بشینیم تو سالن‌های مختلف بحث و گفتگو، به فکر این باشیم که چگونه وضعیت زنانمون رو بهبود ببخشیم، به جای اینکه بریم بزنیم تو سرکله خودمون و یا اینکه فریاد بزنیم، تظاهرات را بندازیم برای آزادی، برای برابری. اما در حال حاضر و تا وقتی که ما به آزادی سرزمینمون نرسیده، هوشیارانه ترین راهی که زنان میتونن انتخاب بکنن اینه که در کنار مردها فریادشون رو یکسان کنن. برابری و حذف تبعیض از همه، یعنی رفع تبعیض همه اشکالش، نه اینکه فقط برابری زنان، کل آزادی ها و کل اون چیزی که در یک سرزمین وجود داره که هیچ راهی هم وجود نداره جز جدایی حکومت از مذهب، مذهب از حکومت، یا فرق نمی کنه حکومت از مذهب، برای اینکه اونهایی که دوست دارن برن در مسجد و کلیسا و کنشت و آتشکده با آرامش تمام و بدون اینکه مردمان از اونها بترسن به عبادتشون بپردازن و مردم هم بر اساس سیاستمداران متخصص زندگی زمینی، اجتماعی و آرام خودشون رو داشته باشن. تا رسیدن اون روز ما زنها کنار مردها برای آزادی، برای رفع تبعیض فریاد میکنیم.